زنانی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند اکثرا به خاطر تفسیر نادرستی که از اسلام هست تحت ستم و تبعیض هستند، مثل ایران، عربستان، کویت، یمن، عراق، اینا تمام قوانین تبعیض‌آمیز بدی دارن و زنها به شدت مبارزه می کنند برای اینکه حقوق برابر به دست بیارن و در احترام به این زنان مسلمان من جایزم رو به زنان مسلمانی تقدیم کردم که معتقد به برابری انسان ها هستند و برای حقوق برابر مبارزه می کنند. جایزه نوبل بلندگوهای بیشتری در اختیار من قرار داد و من توانستم صدام رو بلندتر و به تعداد بیشتری از مردم جهان برسونم و این برای پیشبرد اهداف من که در حقیقت بهبود وضعیت حقوق بشر خیلی مؤثر بود. من بعد از جایزه نوبل زندگی سختی پیدا کردم. در سال 2009 جمهوری اسلامی حمله کرد، دفتر وکالت من رو بستن، تمام پرونده های وکالتی من رو بردن، مامورین امنیتی انجیو های من رو بستن، تمام اموال من رو مصادره کردند، حتی خونه پدری من رو، حساب های بانکی من رو بستند، پروانه وکالت من رو باطل کردند و چون من در ایران نبودم که دستگیر بشم خواهر و همسر من رو دستگیر کردند. ببینید سالها شاید نزدیک به 20 سال مردم ایران تجربه کردند که ببینن آیا با این قانون اساسی می شود حکومت بهتری داشت یا نه، اما متاسفانه همه تجربه ها شکست خورد و الان من و بقیه مردم ایران به این نتیجه رسیدیم که اصلاحات واقعی در ایران باید از طریق اصلاح قانون اساسی صورت بگیره، یعنی قانون اساسی ما باید تغییر بکنه و در این تغییرات مهمترین مسئله این است که مذهب از حکومت جدا بشه و الان همه اختیارات در انحصار یک نفر یعنی رهبره، اما اختیارات بایستی به مردم برگردونده بشه. این اتفاق باید بیفته تا ما شاهد یک اصلاحات واقعی در ایران باشیم و حرف من این بود که این اتفاق به وسیله مردم ایران و از طریق رفراندوم پای صندوق رأی باید اتفاق بیفته، نه به صورت خشن. قراردادهای تجاری که با ایران می‌بندید به نفع مردم ایران نیست. غرب همیشه دلش خواسته از ایران به ایران جنس بفروشه. غرب حکومت مداران ما رو و پولهای کثیف اونا رو خیلی راحت پذیرفته، اما به دانشجویان ما به سختی ویزا میده. اینا در حقیقت کمک مردم نیست. درهای کشورتون رو روی حکومت مداران ما ببندید، اونا رو وادار بکنید
به حقوق مردمشون احترام بگذارن. توصیه من این است که از علمی که کسب میکنید برای کمک کردن به مردم استفاده کنید. اون رو فقط در اختیار و در انحصار پولدارها قرار ندید. هدف شما این نباشد که یک شرکت رو پولدارتر بکنید. هدف شما این باشد که کسی که حقش رو تضییع شده به حقش برسه.